بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور و هو مدبر الامور. سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان. شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا از شبکه جهانی هادی تیوی هستید. یک چهارشنبه دیگر است و باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم عالمی بزرگوار هستیم. سلام علیکم خانم عالمی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. تشکر از شما خانم عالمی. بحث ما همطور که بینندگان محترم از ما هم میدانند در روزهای چهارشنبه در مورد مسئله حجاب است که یک مسئله بسیار جدی هم هست و یک پرسش است که ذهن بسیاری از افراد را ممکنه درگیر خود کرده باشه، به خصوص در این روزهای اخیر در کشور از ما. یک مسئله است که پررنگ تر هم شده و به خاطر اتفاقات اخیری که افتاده و گفت و گپ هایی که در این باره میشه و زده میشه. مسئله حجاب یک مسئله است که اختصاص به امروز دیروز هم نداره، گرچه امروز بیشتر درش بحث میشه و سوال ذهن ها رو درگیر میکنه. یک مسئله است که همیشه بوده، به عنوان چیزی که در کشورهای اسلامی مردم به او معتقد بودند انجام میدادند، کشورهای غیر اسلامی برش چندان معتقد نیستند با ویژگی هایی که در کشور اسلامی است. و اختلاط فرهنگ ها باعث میشه که سوال ها و پرسش ها پیرامون مسئله حجاب بیشتر هم شود. پاسخی که عموما در مورد حجاب داده میشه، پاسخهای متعددی از منظر فقهی، از منظر دینی قرآنی داده میشه. یکی از پاسخهایی که از منظر اجتماعی برایش داده میشه است که فواید حجاب را برمیشمارن و اندیشمندان مسلمان علما میگن که فلان فایده 1، 2، 3 فایده برای حجاب است و اگر که تو حجاب داشته باشی، مهمترینش است که میتونی خودت را حفظ بکنی از نگاه نامحرم و همین حفظ شدن تو باعث میشه بتونی فعالیت های خود با دل جامتر انجام بدیم که فایده کمی هم نیست. اما خب یک نفر خانم عالمی ممکنه که مسئلشی باشه که من نمیخوایم همین فایده‌ای که شما میگید برای حجاب را نمیخوایم، یک مسئله شخصی است دیگه. من تشخیص میدم فرد از من که باشه برای دیگر افراد، هر کسی که میخواد حجاب داشته باشه دو فواید هم برسن، اما شخص از من برای خودم این فایده را نمیخوام، به خاطری که شاید یک فایده دیگه در بی‌حجابی برای از من است که وقتی که مقایسه میکنم او فواید برای از من ارجحیت داره. و به بیان دیگه همین حرف را مستقیما میزنن که حجاب یک مسئله فردی و شخصی است و شما نمیتونید که مر افراد را موظف بسازید به حجاب و این درست نیست. پاسخ شما در این سوال چی میتونه باشه؟ بله، این که واقعا یکی از دلایل به ظاهر محکمی که افرادی که به حجاب اعتقاد ندارن و یا هیچ علاقی ندارن به بحث حجاب، این هست که میگن خواهی یک بحث کاملا شخصی است و به خود ما ارتباط داره که چه نوع پوششی در جامعه داشته باشیم و به چه شکلی ظاهر بشیم، چرا که به خود ما برمیگرده. کسی نمیتونه برای ما تصمیم بگیره که ما از چه نوع پوشش استفاده کنیم، از چه رنگ استفاده کنیم، چطوری ظاهر بشیم. یک بحث کاملا شخصی است و برای تایید خود انمیرم میگن که ما در دیگه افراد کار ندارم که آیا چادری به سر میکنن، روسری به سر میکنن، مقنعه میکنن یا اصلا حجاب نمیکنن. ما در دیگه افراد ما کار ندارم، دیگه افراد هم دما کار نداشته باشن. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، ما میخوایم بار معنایی این امر شخصی را اصلا توضیح بدیم که چه مسائلی شخصی هست و چه مسائلی عمومی هست. اون مسائلی شخصی گفته میشه که اگر انجام او کار یا ترک او فعل پیامدش و آثارش متوجه خود فرد باشه. با طور مثال، من خب نماز یک امری هست که خب از سمت اسلام خب برای ما مسلمان ها خب واجب شده. خب من میگم خب یه بحث شخصی هست، خب البته تا یک حدودی شخصی هست که حالا از حد خودش اگه تجاوز نکنه، به طور مثلا یک کسی نیاد مزاحم نمازگزار بشه، این حالت شخصی پیدا میکنه. یا مباحثی مثل کم فروشی، خب شخص میگه خب من کم میفروشم، این کم فروشی عذرخواهی میکنم، این یک بحث عمومی هست. همین بحث نماز و روزه تا یه حدی اگر از اون
کسی به طور مثال مثلا در روزه، اگر مثلا روز علنی کسی در ماه رمضان روزه خاری نکنه که موجب حتک حرمت نشه، این مباحث مباحث شخصی است. چرا؟ چون پیامدش متوجه خود شخص میشه. خب من اگه نماز نخونم، روزه نگیرم، خب اینو برمیگرده به خودم که دو آخرت، در آخرت باید پاسخگوی خداوند متعال باشم در پیشگاه خداوند، و حتی ممکن است ضررهای شخصیش هم فقط به خودم برسن. ولی برخی از افعال هستن که انجام اونها یا ترک اون افعال غیر از این که متوجه خودمون میشن، یعنی هم ممکن است شخص رو متوجه بشن، ممکن است افراد دیگر رو هم تحت شعاع قرار بگیرن، یعنی به افراد دیگه جامعه هم سرایت کنن. مثالش هم مثال کمفروشی. خب کمفروشیه که فعلی هست که خب من میگم وقتی که شخصی که عنوان یک دکاندار در جامعه داره خدمت میکنه، اگر کم فروشی کنه، خب این متوجه ضررش به کی میرسه؟ به جامعه میرسه دیگه، درست است؟ یا مباحثی مثل ربا، اینا ضررش به متوجه فقط شخص نیست، حتی ممکن است به خود شخص هم ضرر برسونه، قطعا اینطور هست، ولی در کنارش متوجه جامعه هم هست. بله، مثالی که به ذهن از من رسید خانم عالمی است که شاید از منظر بهداشت فردی هم که نگاه بکنیم در کناری، مثلا مسواک زدن یک امر شخصی است که یک نفر مسواک میزنه برای خودش، اگر فایده داشته باشه برای خودش میرسه، اگر مسواک نزنه و آسیبی برسه به دندانش، خب برای خودش است دیگه، اگه دندان درد شد کس دیگه این درد رو تحمل نمیکنه، خودش تحمل میکنه. اما باز در برابر یک کسی که یک بیماری مثلا واگیردار داره، مثلا کرونا داره خدای نکرده، اگر این رعایت نکنه بهداشت را، آسیبی که میتونه برسونه به اجتماع است دیگه، دیگه افراد هم ممکنه که گرفتار این بیماری خدای نکرده شوند و باز مصائب گرفتاری بعدی که ایجاد میشه گریبانگیر افراد بیشتری میشه، دامنه افرادی که آسیب میبینن از عمل این فرد، از کار این فرد و کوتاهی که برای بیماری خودش کرده، دیگه افراد هم آسیب میبینند. قطعا همینطور خواهد بود. اگر ما امور شخصی را از امور عمومی و اجتماعی باید تفکیک کنیم و این در بحث حجاب هم همینطور هست. خب این افرادی که میگن که نه بحث حجاب یک بحث صرف شخصی هست، من خب دلم میخواد که با این ظاهر در اجتماع حضور پیدا کنم، یا به کسی هیچ ارتباطی نداره که من روسری به سر میکنم یا نکنم، یا به چه شکل از لحاظ صورت که حالا به چه شکل ظاهر میشم در جامعه. خب اینها رو ممکن است بگن که خب یک بحث شخصی است، ولی واقعا اگر ما نگاه کنیم در بحث حجاب، درست است یک بعد حجاب اعتقادی هست، چرا که از طرف شارع مقدس برای ما وضع شده و این به نفع ما هم هست. این بعد اعتقادیش یک طرف از خلاف ممکن است به لحاظ شخصی، خب من در دل خودم اعتقاد دارم به این که خب حجاب رو باید قبول کنم، ولی یک بعد اجتماعی هم داره، یعنی حجاب صرف یک مسئله شخصی نیست. چرا؟ چرا که یک حجاب اومده در زمانی برای زن و مرد، برای زن و مرد قرار داده شده که زن و مرد در اجتماع در کنار هم دیگه قرار بگیرن، یعنی زن و مرد رو نگفته که خب شما در خانه های خود بروید و حجاب داشته باشید. چرا اون زمانی که زن و مرد در اجتماع، چه در اجتماعات کوچک مثل خانواده ممکنه باشه یا در اجتماعات کلان در جامعه باشه، در کشور باشه، این حجاب اینجا از اون حالت اعتقادی و شخصی دیگه خارج میشه. یعنی اساسا حجاب برای حضور اجتماعی از ما وضع شده. مسئله فردی نیست، یک قانونی هست، یک قانونی هست که فقط هم در دین اسلام نیست، یعنی نیست که بگیم که ما چون مسلمان هستیم حالا ما مسلمان ها به اقتضای او قواعدی که خداوند در قرآن کریم گفته که حد حدود رو ما گفتیم در اون برنامه های گذشته که حد اقل پوشش و حد اکثری رو بر طبق اون خب ما حجاب داریم، ولی خب در کشورهای دیگه هم هست همین حجاب. اینطور نیست که ما بگیم که کشورهای غربی هیچ گونه پوشش و حد و حدود حجاب رو قبول ندارن، قطعا اونها هم تا یک حدی پوشش رو قبول دارن مطابق با عرف جامعه خودشان. و این باید توجه داشته باشیم که مباحث حجاب به هیچ عنوان یک بحث صرف شخصی نیست، چرا که وقتی زن در جامعه حضور پیدا میکنه و یا مرد در جامعه میاد و خارج از اون
قواعد پوشش و حجاب اینها ظاهر میشن، فکر میکنین آیا واقعا فقط آسیبش به خودشان برسن؟ اینطور نیست که فقط ممکن هست آسیبش به خودشان برسن. یک زنی که با تبرج و خودنمایی در جامعه ظاهر میشه، یکی از آسیب هایی که بهش میرسه یه هست که خب نگاه های مزاحم خواهی همیشه همراه او هست، او نمیتونه به راحتی در شما حضور پیدا کنه. جالب هست یکی از خاطرات خواهرزن تونه بلر که خیلی معروف شده بود که مسلمان شده بود، اینو ما که مطالعه میکردم و اگر اخبارش خب صحت داشته باشه، میگفته که وقتی که این خانم رفته بوده و به دخترش اول وقتی که قصد مطالعه کرده و قصد اسلام آوردن داشته، پیش دو تا دختر داشته، اینو پیش دخترش رفته و دخترش هم بالغ بودن و گفته که من میخوام مسلمان، میخوام دینمو عوض کنم. دخترش گفته که خب مادر، شما که میخواین دینتون رو عوض کنی، آیا شراب رو میذاری کنار؟ و این مادر میگه که بله. میگه آیا با لباس یقباز دیگه ظاهر نمیشی؟ این مادر میگه بله. و خیلی جالب هست که وقتی که یه همچین شخصیتی، یه هم این دخترهایو فکر میکنی چرا همچین سوال رو از مادر خودش سوال میپرسیدم؟ شاید اون آسیب های نگاه هایی که به سمت مادرش همیشه بوده، اونها رو میدیده، متوجه بوده که این مادر من خب وقتی در اجتماع قرار میگیره، چون شخصیت به حال اجتماعی بوده این شخص، وقتی میدیده که چه نگاه هایی به سمت مادرش بوده، خب اینها برایشون یک نوع دغدغه بوده. این خیلی جالب هست که ما وقتی فکر میکنیم که بحث حجاب یک چیزی نیست که فقط در کشورهای اسلامی مورد توجه قرار بگیره، هم غربی ها هم کسانی که روابط انسانی برایشان اهمیت داره و در اجتماع بر اساس اون حضور انسانی در کنار همدیگه قرار میگیرن، اینها برایشون این حد و حدودها خیلی اهمیت دارن. بله. و خانم عالمی بزرگوار، برخی افراد میگن که حجاب یک مسئله است که به شدت بر روان افراد بستگی داره. اگر که ما در یک کشور اسلامی هستیم، حد حجاب و پوشش غربی داشته باشیم، قطعا مورد توجه نگاه های هر زن ممکن یک زن قرار بگیرن. اما خب در کشورهای غربی چون همه زن ها آزاد هستند، پس وقتی یک زن با او پوشش از خانه خارج میشه، با او پوشش خاص، مورد توجه قرار نمیگیره. در حالی که مثال های نقضش را همین الان هم اگر دوستان بزرگوار در اینترنت سرچ بکنن، نگاه کنن، میبینن هست. موارد بسیار زیاد داره میبینیم، حتی یک ابزارهای اختراع میشه برای که مثلا یک خانم او را مثلا با لباس خودش بزنه، برای که یک مقدار لباس پوشیده تر شود، یا مثلا با دامن خودش یک چسبایی هست که او دامن با پایش متصل شود و دیگه جای به جای نشونه، که یک وقت نگاهی، نگاه مزاحم و نگاه هرزی بر روی دامن و پای او خانم بلغزه. حتی اونهایی هم که سالهای سال در او جوامع زندگی کردن، این تجربه ها را بسیار زیاد دارن و دنبال راهکارهایی برای حل این موزل و مثلا هستن. پس نمیتونیم بگیم که اگر که ما در یک جامعه غربی باشیم پس هیچ عیبی نداره و میشه که کاملا مانند اونها لباس پوشید و این معضلات و این مسائل و مسائبی که مطرح میشه که از آثار نامطلوب بی‌حجابی است، دیگه در کشورهای غربی وجود نداره، در اونجا هم وجود دارن. معید این مسئله همین خود شکل آفرینش انسان هست. وقتی ما توجه میکنیم به تفاوت‌های زن و مرد، خب این تفاوت زن و مرد به لحاظ غریزی قطعاً در غرب هم وجود داره، یعنی همون گرایشات خاصی که در مردان غربی، در مردان شرقی وجود داره، قطعا در مردان غربی هم وجود داره. فقط ممکن هست شکل بروزشان خب در اونها متفاوت بشه بر اساس همون چیزی که در اجتماع خودشان خب اتفاق میفته. خب شاید این در جامعه اسلامی، مثلا در یک جامعه ما، خب یک ظاهر خیلی آرایش ساده یک زن در اجتماع ممکن است برای یک مرد تبرج و خودنمایی محسوب بشه. بله. ولی خب در همه کشورهای غربی هم خب این ممکن هست حالا یک خودنمایی محسوب نشه، ولی خب اگر از او حدود خودش خارج بشه، از او حد متعارف اجتماعی که هر جامعه قطعا برای خودش یک حد متعارف داره، یک جامعه انسانی، رابطه انسانی داره، از او حالت متعارف خودش اگر خارج بشه، قطعا او هم مورد همون حمله های نگاه های
هوس آلود افراد افرادی گناهکار و افرادی که نمیتونن کنترل بکنن و این چیزی نیست که ما بگیم که اسم مطلق فقط برای جامعه اسلامی هست. باز دیگه یکی از آثاری که خب همین آثار اجتماعی حجاب در اجتماع این هست که خب حالا میگم غیر از این که خب شخص ممکن است در مسئولیت قرار بگیرم هم زن و هم حتی ممکن هست مرد هم همینطور باشه. اینطور نیست که فقط زن در مخاطره قرار میگیرن، چون ممکن هست خب مردی که نتونه خویشتنداری کنه خب این هم در مخاطره هست. اگر خویشتنداری اون قدرت خویشتنداریش پایین باشه این هم ممکن است به یک مخاطره بیفته. این یکی از پیامدهای اجتماعی حجابی هست که خب اگر زن و مرد هر دو به مطابق با همون عرف جامعه خودش حجاب خودش رو در جامعه رعایت کنه، میزان جرم ها و جنایت ها هم در جامعه کاهش پیدا میکنه. چرا که بسیاری از ما شاید در صفحه حوادث خوانده باشید شاید 50% جنایات، خلاف ها و جرم هایی که از سمت چه زنان و چه مردان صورت میگیره برمیگرده به همین مسائل عفت و مباحث مربوط به حیا و عفت و مباحث خویشتنداری مردها اینها. چون خانم عالمی مسئله عفت ارتباط مستقیم داره باز با اون مسئله شهوت که بالاخره یک قوه است که در انسان‌ها قرار داده شده باید که کنترل شود. وقتی که این قوه تحریک شود و از حد کنترل خارج شود بسیار قدرتمند هم هست، میتونه که انسان را وادار بسازه به یک اعمال و کارهایی که اگر که فردا همون فرد به خودش نگاه بکنه بسیار پشیمان شود به خاطر کاری که کرده، ولی در اون لحظه که قوه برش غالب شده دیگه کار دیگه نمیتونه بکنه، اشتباه پس از اشتباه انجام میده. قطعا همینطور خواهد بود، چون که ما اگر توجه داشته باشیم به همون تفاوت هایی که میگیم خب به هر حال زن و مرد خب اینها این دو جنسی هست که خب به هم از هم خیلی متفاوت هست از لحاظ غریزی و همونطور که شما فرمودید خب اینها وقتی که در یک شرایط نامطلوب ظاهری در جامعه حضور پیدا کنن قطعا دچار مشکلاتی خواهند بود که سوای الان اینها خب شاید حد اکثر یکی حالت این باشه که ما بگیم خب ممکن است جرم و جنایت در جامعه باشه، حتی اتفاقات کوچیکی هم که در جامعه بیفته ممکن است همین افراد خب در جامعه نتونن از او پتانسیل مطلوب خودشون در جامعه استفاده کنن، از انرژی و استعدادهای خودشون در جامعه نتونن به درستی استفاده کنن. چرا که ممکن هست چه در محیط کاری حتی چه در فضای خانوادگی اگه ما توجه داشته باشیم بسیار از خانواده ها ممکن است با هم روابط نامطلوبی داشته باشن، این ها مثلا ممکن از لحاظ ظاهری و پوششی در حد خیلی متعارفی نباشن، این اون حد و حدودها رو رعایت نکنن، این ها باعث میشه که همین روابط بین خانواده هم دچار مشکل شد. پس به طور کلی ما میتونیم بگیم که حجاب یک مسئله فردی و شخصی نیست، اساسا حجاب قوانین حجاب وضع شده برای در هنگامی که ما در اجتماع هستیم و با دیگران ارتباط داریم، و اگر ما به عنوان یک خانم بگیم که نه ما اگر آسیبی هم دارم ما آسیبش را برای شخص خودم میپذیرم، مسئله است که آسیب هایی که ممکنه بی حجابی ما برسانه نمیتونه صرفا محدود به آسیب های فردی شه و ممکنه دیگران هم آسیب ببینن، همونطور که شما فرمودید اما مرد هم ممکنه که گرفتار شه و کاری انجام بده خدای نکرده، اما خود نگاه و نامحرم برای او گناه نوشته میشه، و وقتی که خانم حجاب درستی نداره پوشش درستی نداره از لحاظ ذهنی ممکنه مرد تحریک شه و برش نگاه بکنه، حداقلش است که برش گناه نوشته میشه. بازم طور که خانم عالمی بزرگوار گفتن آسیب های دیگه هم از لحاظ جرم میزان جرم و جنایت که تاثیرگذار است، اینا همه آسیب های کوچکی هم نیست و باید که ما به عنوان یک خانم برش توجه کنیم، به عنوان یک خانم نه به عنوان یک انسان برش توجه بکنیم. اگر حضور ما کمترین آسیب را در اجتماع داشته باشه خب چقدر بهتر است، ما میتونیم که با فعالیت های خودمون با کمترین آسیب برسیم و کار خودم انجام بدیم. خانم عالمی بزرگوار اگر اجازه بدین یک میان برنامه را ببینیم و باز هم در خدمت شما باشیم.
تشکر از شما بینندگان عزیز ما. شماره تماس مثبت 964-780-255-40-13 پل ارتباطی است بین ما و شما، و شما بزرگواران میتونید که از طریق واتساپ و همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال در مورد خاصتاً موضوع امروز برنامه دارید، حتما برای از ما روان بکنید. سعی میشه که انشاءالله در همین برنامه به سوالات شما عزیزان و بزرگواران پاسخ داده شوه. یک میان برنامه کوتاه رو میبینم و باز برمیگردم. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا من آغاز میکنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و صواب را میجویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام، و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی. بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم، پس ای خدای شنوا سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم به کرمت درگذر، که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم مغم ها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر برخم نموده ای و زنجیر های بلا را در هم گسسته ای. سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفته و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بی نیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است. ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیش بر تمام نعمتهای بیشمارش. ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خصمی کشمکش نتواند. ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست. سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش به لطفش پدیدار است و دست عنایتش به جود و بخشش بر خلق گشاده و باز است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان. شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید و همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم عالمی هستیم. خانم عالمی بزرگوار، بحث در باب حجاب هست و شما به سوالات و شبهه هایی که پیرامون مسئله حجاب ممکنه ایجاد شده پاسخ میدید. یک سوال و یا یک شبهه که در زمینه حجاب مطرح است و ایره بسیار میگن است که مگر خانم عالمی بزرگوار در قرآن عظیم الشان نیامده که لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، چرا شما مجبور می سازید زنها را که حجاب داشته باشند؟ شاید یک نفر نخواهی که حجاب داشته باشند. قرآن هم گفته که لایک را حفظ دین، به قرآن عمل کنید. چرا؟ لایک را حفظ دین یعنی چی؟ یعنی اکراه در چی؟ در چی دین؟ یعنی در دین هیچ اجباری نیست. در ادامهش چی آمده؟ قد تبین رشد من الغی،
در ادامهش اومده گفته که در دین هیچ اجباری نیست، هیچ اکراهی نیست و راه درست را، رشد را از راه گمراهی اینجا تفکیک کرده و مشخص کرده. وقتی ما به مضمون آیه نگاه کنیم میبینیم که خداوند متعال در این آیه شریفه یک فضای بسیار باز فکری را برای ما فراهم و مساعد کرده که در این فضای فکری و نظری ما قدرت انتخاب داشته باشیم. یعنی قدرت به ما این قدرت انتخاب را داده که دین را خودمان انتخاب کنیم. ولی در این حال در ادامه آیه هم گفته که راه حق و باطل را هم مشخص کرده، یعنی راه گمراهی را از راه حق مشخص شده، مشخص شده هم هست، این را هم مشخص کرده، گفته که شما اختیار دارید که دین را انتخاب بکنید یا نه، اما راه حقی هست، راه باطل هم این هست. خب این منظور از دین در آیه شریفه چیست؟ دین در این آیه شریفه به معنی آیه، من میتونم به شما بگم که خانم برینی شما باید قبول کنین که معادی وجود داره، اگر چه به اون اعتقادی نداشته باشید. میتونم بیرو به شما بقبولانم که شما باید اعتقاد داشته باشید که معاد وجود داره، ولی خب شما بهش اگر اعتقاد نداشته باشید، یا مثلا بگویم که به اون شخص بگم که خب شما باید امامت را قبول داشته باشید، به شخصی که قائل به قبول امامت نیست، و بگم تو باید امامت را قبول داشته باشید، یک بحث اعتقادی هست. یعنی دین در دین اکراه نیست، یعنی در اعتقادات، در باورها، در ایمان افراد، یعنی اون چیزی که در قلب ما هست یک مسئله جبری نمیتونه باشه، یعنی ممکنه من با زبان قبول کنم، قبول کنم و به خاطر زور و جبری که بسر وجود دارم مثلا من یک نفر را برم ببینم که کافر است، بسرش یک تفنگ بگیرم بگم مسلمان شو، بگوی که تو مسلمان میشین، همین کارشو در صد لسما خوب زیاد انجام دادن. بله، و این فرد ممکنه با زبان بگویه که من مسلمان شدم، اما من از طریق اجبار و زور نمیتونم که به قلب یک نفر تاثیرگذار باشم و او را مسلمان بسازم، یا هر چیز دیگه هم مسائل قلبی در خود فرد بستگی داره، اجبار بیرونی نمیتونه که فرد مگر اینکه او یک مسئله رفتاری باشه. شاید ما مثلا بگم که خب شما باید فلان کار انجام بدیم، یک رفتار فعلی باشه، رفتار عملی باشه، اینها رو ما میتونیم به کسی اجبار کنیم. مثلا بگیم شما همین الان باید همینجا نماز بخونی، ولی او اعتقاد قلبیش رو به نماز نمیتونم به او تحمیل کنم، چرا که اصلا قابل اکراه نیست. همچین اعتقادات قابل اکراه و قابل اجبار نیست ذاتاً. خداوند متعال مفهوم ای آیه این هست که لا اکراه به دین، یعنی در اعتقادات هیچ اجبار و اکراهی نیست، نمیتونه باشه و نمیتونه باشه، در ذاتن همچین امری غیر ممکن و غیر قابل متصور هست. در بحث ولی خب اینطور هست که در بحث حجاب هم همینطور هست. بحث حجاب هم گفتیم ما یه بود اعتقادی داره، یه بود اجتماعی و رفتاری داره. او بعد رفتاری و اجتماعیش رو ما میتونیم اجبار کنیم به افراد. مثلا بگیم خب قانون این کشور، بطور مثلا بعضی کشورها هست خب قوانین حجاب در اون کشورها اجباری هست، اونها میان بر طبق قوانین کشورهایشون اجبار حجاب رو در کشورشون اجباری میکنن. خب به لحاظ رفتاری خب اینها میتونن یک چادر یا روسری یا هر چیزی رو که به اون نماد حجاب کشورشون هست به این افراد تحمیل کنن، ولی آیا اعتقاد قلبی اونها به اونها میتونن به اونها تحمیل کنن؟ نه، قطعا همچین چیزی امکان پذیر نیست. همونطور که در بعضی از کشورها هم برعکس است، مثلا بی حجابی من شنیدم که در برخی از کشورهای غربی در مدارس اجباری است، یعنی یک فرد با روسری و پوشش سر نمیتونه در مدرسه و در مکتب حاضر شود، در دانشگاه حاضر شود. خب یک کار رفتاری است، یعنی در قلب ها که نمیتونن تأثیر گذار باشن، ولی بر رفتار افراد تانستن که تأثیر بگذارن، حکومت کردن، حاکم بر رفتارشان هستن، همینطور هست. و بحث اجبار هم حجاب هم همینطور هست، این یک بحث سوای از مباحث رفتاری و اجتماعیش، یه بحث اعتقادی هست که ما نمیتونیم، درست هست که حجاب رو نمیتونیم به کسی تحمیل کنیم، ولی حجاب
یک بحثی هستش که زیر مجموعی احکام اسلامی هست. وقتی خدا من در قرآن میگه که در این هیچ اجباری نیست، ولی خب از اون طرف هم باز میگه که انا هدیناه فی سبیل اما شاکر و اما کافورا، یعنی ما شما رو راه هدایت رو برای شما باز کردیم. شما میتونید که هدایت بشید، رستگار بشید، میتونید که کافر بمانید. بله. یعنی از اون طرف هم خب گفته اگر درست است به شما اختیار دادیم، ولی اگر از این اختیار شما سوء استفاده کنید خب مجازات خواهی شد. خود دین قابل اجبار نیست، اما اگر دین رو ما قبول کردیم و وارد اون شدیم، مثلا من بگم خب حالا من اسلام رو در قلب خودم قبول دارم، مطالعه کردم، مبانیش را دیدم و مقایسه کردم با ادیان دیگه یا با بیدینی مقایسه کردم و تشخیص دادم که اسلام دین حق است. دین حق است و از بین همه ادیان این دین رو برگزیدم. آیا حال ما مجاز هستم که وارد این دین که شدم برخی از این احکام این دین رو بپذیرم و برخی رو نپذیرم؟ نؤمنم به بعضن و نکفرو به بعضن، یعنی برخی رو بپذیرم او چیزی که مطابق با سلیقه ما همخوانی داره اروپا بذارم، با بگم از قسمتش خوشم نمیاد، این اصلا برای ما جالب نیست، جذابیت نداره. این مثال یک فردی که وارد دانشگاه میشه، تو یک دانشگاه قبول میشه، وقتی وارد دانشگاه قبول میشه آیا این شخص ورودش به این دانشگاه اجباری هست از ابتدا؟ نه، شخص با کاملا با میل خودش، با اختیار خودش در امتحانات کنکور شرکت میکنه و در اونجا پذیرفته میشه. اما وقتی که وارد او دانشگاه شد، دانشگاه میگه خب یک سری قوانین و مقررات که تو باید رعایت کنی، ملزم به رعایت اونها هستی. ممکنه قوانین از پوشش باشه یا قوانین درسی باشه، از نمراتی که میگیره، شاید چند تعداد واحد باید تو اصطلاحا میگم پاس کنی و رد کنی، سنواتش باشه. بله. و اینجا دیگه فرد نمیتونه بگه که خب من حالا که دانشگاه اومدم دلم خواسته که نمیخوام این درس، از این درس خوشم نمیاد، این درس خوش ندارم، من این درس خوش دارم، من دوست دارم به جای 4 سال خب 2 سال بخونم. آیا میشه که همچین چیزی رو شخص قبول کنه؟ قطعا نیست. وقتی که وارد دانشگاه شده باید تمامی قوانین دانشگاه رو بپذیره و تن بده به اون قوانین. اسلام هم همینطور است. وقتی ما مبانی و وقتی با به لحاظ اعتقادی و قلبا اسلام رو قبول میکنیم و به اسلام روی میآوریم، خب رعایت قوانین و احکام اسلام در تمامی موارد بر ما واجب میشه. اینطور نیست که ما از بین اینها سلیقه اونهایی رو که بر طبق میل و خواست ما هست انتخاب کنیم و اونهایی رو که با ما، با روحیات ما، با علایق ما خب همخوانی نداره اونها رو قبول نکنیم. و خانم عالم، ما بسیار هم همین مسئله رو متاسفانه زیاد میبینیم. یعنی یک فردی هست که ممکنه که از اسلام همین مسئله حجاب و پوشش خوش داشته باشه، دیگه مسائل مثلا اقتصادی اسلام را دوست نداشته باشه، بازاری باشه، با رباخاری علاقه داشته باشه، حجاب و پوشش میگیره، از اون دیگه ربا رو رها نمیکنه، امورم داره. و باز برعکسش هم هست، افراد دیگه میگن ما اخلاق اسلامی رو بسیار خوش میداریم چون اخلاق اسلامی انسان را در اجتماع موفق میسازه، یک امر بسیار خوبی است که با فطرت و نهاد انسانی سازگاری داره، بنابراین اون رو میگیریم اما حجاب اسلامی را نمیگیریم. فکر میکنم این نگاه سلیقه‌ای بسیار شایع است در بین مردم. این نگاه سلیقه‌ای که شما فرمودید، این ناشی میشه از این که این افراد دین رو درست نشناختن. و همطور که شما فرمودین که دهی هستن که خیلی اخلاقای خوبی دارن، نگاه وقتی باشون صحبت میکنیم میبینیم که اینها بسیار از لحاظ اخلاقی انسانهای خوبی هستن، مشخص در رفتارشون، در رفتارشون با زیردستانشون، با مستمندان، اینها بسیار رفتارهای خوبی دارن، ولی خیلی از احکام اسلامی رو اصلا قبول ندارن. ممکن است خب اینها به قول شما رباخار باشن یا خیلی از مسائل نماز نخوانند، روزه نگیرند. خب این رفتار ممکن است در غربی هم، ما در غربی ها که بیشتر میبینیم این رفتارها، رفتارهای انسان دوستانه. اینها رفتارهای انسانی هست، نه رفتارهای دینی. و افرادی که بخشی از دین رو
برش میزنن و کنار میگذارن و بس طبق سلیقه خودشان اونها رو از خودشان دور میکنن، این افراد در حقیقت دین رو درست نشناختن. این افرادی هستن که فکر میکنم واقعا دیندار نیستن، چرا که اگه کسی واقعا دین رو قبول داشته باشه میدونه او کسی که ما میشینم میگم میگه فلانی خب خیلی نماز شب طولانی میخونه، قرآن میخونه، اهل مسجد رفتن هست، هر سال به زیارت عتبات عالیات میره، ولی خب اخلاق درستی نداره، خیلی به زیر دستانش ظلم میکنه، ستم میکنه و شاید در مردم ما خب دیده بیشتر دیده شده که اینها حتی بددهن هم هستن، حرفای بسیار ناشایست از اونها سر میزنه. این هم واقعا اینها دین ندارن، چرا که اگه دین داشته باشن میدونیم که پیامبر ما پیامبر مهربانی و اخلاق بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من مبعوث نشدم مگر که برای مکارم کابلشتن مکارم اخلاق. و واقعا اینها در کنار هم هست که دین را معنی میده. اینطور نیست که ما از دین هر آنچه را که خودمان خوش کنیم بپذیریم، آنچه را که نتونستیم با روحیات ما با سلایق ما جور دائمات اونها را از زندگی ما حذف کنیم. این و میتونیم خب نمودش رو خب در افراد خیلی زیادی در اجتماع ببینیم و واقعا فکر میکنم که اگه شاید ما هم هر کدوممون خب در بخشی از مسائل دینی ضعف داشته باشیم، ولی این که یک قسمتش رو قبول نداریم با ضعف داشتن خب خیلی فرق میکنه. او کسی که میگه من هیچ اعتقادی مثلا به حجاب ندارم ولی خب نماز میخوانم، یا هیچ من خب شاید مسائل خیلی زیاد رو دارم، زمانی که پوهنتون میرفتیم خب اینو ناخن‌هایشون رو لاک میزدن خب نماز میخواندن و میگفتیم خب وضو بگیر، وضو رو من اعتقاد ندارم، هیچ چی معنی داره که ما فقط نماز خواندن رو دوست دارم. خب خیلی اینا برای ما میدیم خب اینها واقعا ناشی از چی میشه؟ برای که نماز رو خب شاید یک وسیله آرامش برای خودش میدیده، خب نه با از لحاظ دینی، خب اینها از لحاظ روانی و رفتاری وقتی میدیده که خب با نماز خواندن یک حس آرامش بهش دست میده، ولی دین رو خوب نشناختن، چرا که اگه بشناسه خب میدونه که نماز خواندن که یک ارتباط عمیق با خداوند متعال هست خب نیاز به مقدماتی داره از قبیل وضو و طهارت و امثال هم. پس لا اکراه فی الدین خانم عالمی، اگر که بخوایم که به طور خلاصه ایره مرتبط با مسئله حجاب بررسی بکنیم، است که لا اکراه فی الدین به این معنا نیست که پس در حجاب شما میتونید که اکراهی نداشته باشید، هر که بخواد حجاب داشته باشه، هر که بخواد نداشته باشه. در اصل دین اکراهی نیست، اما وقتی که یک نفر مسلمان شد و اسلام را برگزید دیگه باید به قوانین و قواعدی که اسلام مطرح کرده پایبند باشه و حجاب هم یکی از همون قوانین و قواعد است که مگر خود مسلمان میدانم باید که رعایت بکنم، اگر رعایت نکنم پس مسلمان نیستم. بسیار تشکر میکنم از شما. اگر که کدام نکته‌ای دارید در حد 30 ثانیه برای بینندگان عزیز از ما بفرمایید، وگرنه که از خدمت شما مرخص شویم. من فکر می‌کنم همین که خداوند متعال ما رو شایستگی در این حد برای ما رو در این شایستگی رو در ما قرار داده که به ما قدرت انتخاب بده، در انتخاب اعتقاداتمون یک فضای بسیار مساعد رو برای ما ترسیم کرده که ما بتونیم خودمون راهمون رو انتخاب کنیم. این نشان میده که پس انسان واقعا همونطور که در قرآن آمده اشرف مخلوقات هست و چقدر خوب هست که ما از این موقعیت و امتیازی که برای ما داده شده استفاده کنیم و بهره لازم رو از این قدرت انتخاب که صرف برای انسان خداوند متعال قرار داده، از این قدرت در جهت شکوفایی و رشد استعداد خودمون بهره ببریم. بله، بسیار تشکر میکنم از شما، استفاده کردیم. بینندگان عزیز ما، از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. اگر که خواستید که این برنامه را تکرارش را ببینید، میتونید که امشب ساعت 9 به وقت کابل این برنامه را ببینید و همچنان از طریق واتساپ، یوتیوب و دیگه فضاهای مجازی هم میتونید که دنبال بکنید. آپارات، توییتر، فیسبوک و دیگه فضای مجازی ما حضور داریم، هادی تیوی 6، هادی تیوی دایره نگاه بکنید.
و شماره تلفن مثبت 964-780-255-413 را هم فراموش نکنید. اگر که کدام پیشنهاد یا انتقاد در موضوع برنامه خودتان دارید میتونید که برای از ما روان بکنید. عزیزان و بینندگان، در این لحظات ملکوتی و زیبای اذان ظهر و افق شهر زیبای کابل، ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. ما هم برای شما عزیزان دعا میکنیم. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یا مولا ورود الهی، آمین. به امرای کارشناس محترم برنامه از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلوات الله سلام الله.